در این بخش خبری توجه هموطنان را به اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان جلب می‌کنیم. امکان پنهان کردن اخبار از مردم و نخبگان وجود ندارد. متناسب نبودن لایحه برنامه پنجم با واقعیات کشور. بدهی 20000 میلیارد تومانی به تامین اجتماعی. نفی نکردن دلالی در مجلس. نامه اعتراضی استادان دانشگاه ایران به احمدی نژاد. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس. هاشمی رفسنجانی گفت هیچ اطلاع و خبری را از مردم و نخبگان نمی شود پنهان کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اساتید عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها پویای علم و دانشگاه را نیاز واقعی و کنونی جامعه اسلامی ایران خواند و با اشاره به رشد کمی و کیفی دانشگاه و علم پس از انقلاب اسلامی گفت عموم جامعه دانشگاهی و مسئولان کشور باید استعداد موجود در محیط های علمی را به درستی تشخیص و هدایت کنند و در این راه حمایت از استاد و دانشجو اساس پویایی علمی کشور خواهد بود. به گزارش آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نگرانی‌های موجود در فضای دانشگاه و محیط‌های علمی را مهم خواند و تصریح کرد: بالندگی و رشد و پیشرفت جامعه در سایه آرامش و اطمینان اهل علم به دست خواهد آمد و در این راه همه باید تلاش کنیم تا ناامنی به محیط دانشگاه راه نیابد. هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه در اسلام هر تفکری قابل طرح و بحث است، منع محیط‌های علمی از طرح برخی مباحث در چارچوب قانون اساسی و خانواده نظام را بی‌فایده خواند و گفت تابلو دین ما این است که عباد مخصوص خدا کسانی هستند که به همه سخنان گوش می‌دهند و از میانشان به انتخاب احسن می‌پردازند. رئیس مجلس خبرگان رهبری دانشگاه و حوزه را محل بحث و گفتگو و طرح الگوهای جدید خواند و تصریح کرد در دنیایی که هیچ اطلاع و خبری را از مردم و نخبگان نمی‌شود پنهان کرد، محیط‌های علمی می‌توانند محل تنقیح و تبادل علم و اطلاعات باشند و مسئولان نظام اسلامی باید به این روند به هر صورت ممکن کمک کنند. در ابتدای این دیدار، دکتر علی محمد حاضری دبیر کل این انجمن و تعدادی از اساتید حاضر در جلسه به طرح دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود از تحولات محیط‌های دانشگاهی و جامعه پرداختند و خواستار طرح دیدگاه‌ها و راه‌های برون رفت جامعه و دانشگاهی از مشکلات کنونی توسط هاشمی رفسنجانی شدند. محمد رضا خباز گفت لایحه برنامه پنجم متناسب با واقعیات کشور نیست. محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد روند بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس اظهار داشت هر اتفاقی می‌خواست در این زمینه رخ دهد در کمیسیون تلفیق اتفاق می‌افتاد، زیرا در صحن مجلس خیلی نمی‌توان در لایحه تغییراتی ایجاد کرد. وی افزود حدود 30% لایحه دولت در کمیسیون تلفیق تغییر یافت که البته این میزان تغییرات صورت گرفته باز هم کافی نیست، اما به نسبت گذشته رشد کرده است. ولی در کل لایحه برنامه پنجم متناسب با واقعیت کشور نیست. افشاگری ناخواسته در مجلس. دولت 20000 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. محمد رضا باهنر در جریان مخالفت با یکی از پیشنهادات اصلاحی لایحه برنامه پنجم فهرست طلبکاران کلان دولت را افشا کرد. او از رقم نجومی بدهی 20000 میلیاردی دولت به بیمه تامین اجتماعی خبر داد. به گزارش خبر آنلاین، علی عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در خلال بررسی ماده 23 لایحه برنامه پنجم پیشنهاد کرده بود که صندوق فرهنگیان با مشارکت 5% از درآمد فرهنگیان و 5% از منابع مالی دولت در این بخش به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد، اما دولت با ارائه لایحه اساسنامه این صندوق به مجلس در سال اول اجرای برنامه پنجم امکان نظارت مجلس بر عملکرد این صندوق را فراهم آورد. این پیشنهاد ابتدا با مخالفت شکلی احمد توکلی مواجه شد و بعد محمد رضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق با محتوای آن مخالفت کرد. وی با اشاره به اینکه دولت در برنامه چهارم نیز مکلف به ارائه چندین لایحه به مجلس در حدود 100 مورد شده بود،
اما این اتفاق نیفتاد و بسیاری از تکالیف برنامه اجرایی نشد، اظهار داشت اینکه ادامه فعالیت صندوق فرهنگیان به ارائه لایحه اساسنامه از سوی دولت منوط شود، سرنوشت آینده این صندوق را دچار مشکل می‌کند. با هنر با بیان اینکه در حال حاضر هم دولت با بدهی‌های تلمبار شده زیادی روبروست که باید برای آنها در طول برنامه پنجم تعیین تکلیف کرد، فهرستی از طلبکاران کلان دولت را اعلام کرد. به عنوان مثال، صندوق بیمه تأمین اجتماعی که 20,000 میلیارد تومان از دولت طلبکار است، صندوق فرهنگیان، صندوق بنیاد شهید و وزارت نیرو و پیمانکاران آن. به گفته وی، در حال حاضر دولت توان بازپرداخت این بدهی‌های خود را هم ندارد و از این رو نمی‌توان تکلیف دیگری را برای دولت ایجاد کرد و خواستار پرداخت ماهانه 5% از بودجه فرهنگی کشور به صندوق فرهنگیان شد. با هنر در نهایت از تفاهم دولت و مجلس در زمینه عدم ایجاد تکالیف مالی منجر به افزایش بدهی دولت هم خبر داد. با توضیحات وی بود که این پیشنهاد رأی لازم را کسب نکرد. نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی گفت دلالی در مجلس را نفی نمی‌کند. در واکنش با اظهار نظر اخیر معاون رئیس دولت و رئیس سازمان تربیت بدنی مبنی بر وجود پدیده دلالی در مجلس، رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس هشتم شورای اسلامی می‌گوید در مجلس هم مثل سایر ارگان‌ها این پدیده زشت وجود دارد. به گزارش ایلنا، علی سعیدلو معاون رئیس دولت و رئیس سازمان تربیت بدنی طی روزهای اخیر در حاشیه بازدید از اردوی تیم امید ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات بیژن نوباوه، نماینده تهران در مجلس که مدعی شده بود دلالی در ورزش در حال افزایش است، گفت که نه تنها در ورزش بلکه در سایر امور کشور هم دلالی وجود دارد و از جمله در مجلس هم این پدیده دیده می شود. معاون رئیس دولت اضافه کرده بود آیا در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهد پدیده دلالی نیستیم؟ در کجا دلالی وجود ندارد؟ سید جلال یحیی‌زاده رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس به ایلنا گفته است باید ببینم سعیدلو روی چه حسابی این حرف را زده. در مورد دلالی در ورزش الان نمیتوانم اظهار نظری کنم. در آینده نزدیک گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی امکان ارائه در صحنه علنی مجلس را پیدا میکند و پس از آن میتوانم گزارش مبسوطی از محتوای آن به خبرگزاری شما ارائه دهم. این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد ممکن است در مجلس همچنین کار زشتی انجام شود. در دوره‌های گذشته بعضی از نمایندگان وارد این کار زشت شدند که البته برای کاندیداتوری دوره بعد رد صلاحیت شدند. به هر حال سعیدلو درست گفته، همانطور که دلالی در ورزش محتمل به نظر می‌رسد، نمی‌توانم دلالی در مجلس را نفی کنم. نامه استادان دانشگاه ایران به احمدی نژاد. چرا دانشگاه از صبح شنبه اشغال شد؟ اعتراض دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنان ادامه دارد. بسیج، پرسنل دانشگاه و اعضای هیئت علمی به جمع دانشجویان پیوستند و می‌خواهند با توجه به فرصت یک هفته‌ای که مجلس به وزیر بهداشت برای لغو حکم انحلال دانشگاه ایران داده است، همه چیز به حالت اول بازگردد. به گزارش ایلنا، دانشجویان و بیش از 60% پرسنل دانشگاه ایران صبح امروز روبروی ساختمان مرکزی این دانشگاه زیر باران منتظر رئیس دانشگاه تهران محمد باقر لاریجانی ماندند تا بتواند با توضیحاتش دانشجویان را توجیه کند. یکی از دانشجویان این دانشگاه به خبرنگار ایلنا گفت دانشجویان خواستار این بودند که لاریجانی که اکنون 5 روز از استقرارش در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌گذرد، سکوتش را شکسته و به دانشجویان توضیح دهد، اما او در جمع دانشجویان حاضر نشد. دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز گفت صبح روز چهارشنبه رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه ایران در جمع دانشجویان صحبت کرد و گفت ما هیچ گونه مشکلی با نظام و حکومت نداریم. شعارهایمان هم سیاسی نیست. ما تنها برای حفظ دانشگاه خود تلاش می‌کنیم. این دانشجو به نقل از رئیس بسیج دانشگاه ایران می‌گوید او همچنین گفت احتمالاً هدف اصلی برقراری حکومت دانشگاه جهان است، اما به دانشجویان اطمینان می‌دهم که بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران 100% پشت دانشجویان و اساتید این دانشگاه است. بر اساس این گزارش امروز نامه‌ای توسط پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایران نوشته شد که رونوشته آن به مجلس، وزارت بهداشت، بازرسی کل کشور و دفتر رهبری ارسال می‌شود. همچنین نامه‌ای با امضای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است که در آن از محمود احمدی نژاد خواسته شده به سوالاتی از قبیل اینکه اعلام خبر انحلال دانشگاه در ساعت 19:30 دقیقه عصر روز جمعه در سایت وزارت بهداشت چه مفهومی دارد، آیا حضور سراسیمه ریاست دانشگاه تهران و جمعی از معاونین او در 7 صبح روز شنبه
مفهومی جز اشغال دانشگاه ایران را دارد پاسخ دهد. نامه دیگری نیز توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خطاب به وزیر بهداشت امضا شده است و آنها در این نامه اعتراض شدید خود را نسبت به تغییرات پیش آمده در سطح دانشگاه ایران اعلام کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل مجلس تجمع کردند. صبح روز چهارشنبه در اعتراض به جدا شدن درمان از تأمین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت، 150 نفر از بازنشستگان خانه کارگر غرب تهران و شهر ری مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش اینا، این کارگران پلاکاردهایی با مضمون ما مخالف جدا شدن درمان مستقیم از تأمین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت هستیم و نمایندگان مجلس به وضعیت معیشتی ما کارگران توجه کنند در دست داشتند و زیر باران به تجمع آرام خود ادامه دادند. این افراد گفتند هرچند که کمیسیون تلفیق مخالفت خود را با منفک شدن معاونت درمان از تأمین اجتماعی اعلام کرده، اما گویا برخی جریان‌ها قصد دارند این کار را انجام دهند. یکی از بازنشستگان نیز با غیرقانونی دانستن افزایش 6% مستمری‌ها برای سال 89 گفت دولت و هیچ مرجع دیگری حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد، چون ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بر افزایش 15% مستمری‌ها در سال 89 دلالت دارد. وی تأکید کرد طبق قانون به هر میزان که حقوق کارگران شاغل افزایش یابد باید به همان میزان مستمری کارگران بازنشسته نیز افزایش یابد. بنابراین افزایش 15% مستمری ها در سال 89 حق بازنشستگان است. یکی دیگر از بازنشستگان با انتقاد شدید از وزیر رفاه و مدیر عامل تامین اجتماعی گفت از وقتی که این آقایان آمده اند جز شعار چیزی نشنیده ایم و با ادامه وضعیت موجود خواهان برکناری وزیر رفاه و مدیر عامل تامین اجتماعی هستیم، زیرا وضعیت مثل گذشته است و شاید در آینده بدتر هم بشود. در بخش بعدی اخبار مربوط به جنبش سبز و مسائل حقوق بشری به اطلاع شما خواهد رسید.